محمد بن سلمان ولی عهد سعودی از زمان به قدرت رسیدن تلاش کرده وجهی جدید از حکومت آل سعود به نمایش بگذارد او در این تلاش حکومت آل سعود را معتدلتر از گذشته معرفی کرده اما هر چند روز یک بار با صدور حکم ادام های دست جمعی در عربستان بر همگان آشکار شده که تلاش های وی حقیقی نبوده و نمایشی بیش نیست همکارم هی در مجید گزارش می دهد. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان فاش کرد مقامهای های سعودی حکم اعدام پانزده زندانی سیاسی از جمله چند کودک را صادر کردند. به این ترتیب تعداد افرادی که در این کشور با خطر اعدام مواجه هستند به 53 تن افزایش یافته که حداقل 8 تن از آنها زیر سن قانونی 18 ساله هستند. این سازمان در ادامه با تاکید بر اینکه افراد بازداشت شده در معرض خطر اعدام قرار دارند نسبت به تصمیم مقام های سعودی برای کشتار دست جمعی ده ها زندانی از جمله دست کم هشت کودک هشدار داد این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد به تازگی از مقام های سعودی خواستند عبدالله الهویتی را فوراً آزاد کرده و حکم اعدام صادر شده در حق او را که بر اساس اتهام های دوران کودکیش بوده لغو کنند از سوی دیگر کارگروه بازداشت های ظالمانه و گزارشگر ویژه اعدام نیز در بیانیه ای در تاریخ سیه کم ماه 2022 اعلام کرد الهویتی در سن 14 سالگی به اتهام سرقت و قتل بازداشت شد و با وجود نبود هیچ دلیل و مدرک و با اینکه او تاکید کرده بود که زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده محکوم شد در این بیانیه آمده بر اساس قوانین بین المللی صدور حکم ادام در حق کودکان باید بدون هیچ استثناء و یا تخلفی کاملا ممنوع شود کارشناسان یاد شده در ادامه از دولت عربستان خواستند اقدامهای قانونی لازم را برای لغو مجازات ادام در حق کودکان در تمامی جرائم در پیش بگیرد. لازم به ذکر است بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لازماسه صادق حسینی شیرازی دامزلو بارها و بارها در سخنرانی های مختلفی با استناد به آیات قرآنی و روایت های عمه معصومین علیه السلام بر لزوم و آزادی همه زندانیان سیاسی teakit kerdem